با سلام، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. با من فریبا شیرازی همراه باشید. در نیم ساعت پیش رو با مروری بر آنچه در هفته گذشته در ایران و سایر نقاط جهان اتفاق افتاد. در این برنامه نخست گفتگویی داریم با ماشاءالله عباس‌زاده روزنامه‌نگار در خصوص نشست اخیر دولت با نمایندگان احزاب. در ادامه گزارشی به موضوع تیراندازی محمود کریمی، مداح محبوب آیت الله خامنه‌ای به زوجی که از سوی او اراذل اوباش خوانده شدند می‌پردازیم. در گزارش‌های مجزایی نیز نگاهی خواهیم داشت به سفر هیئت پارلمانی ایتالیا و بریتانیا به ایران و دیدارشان با مسئولان دستگاه سیاست خارجی. و نیز به موضوع عدم دعوت ایران در کنفرانس ژنو دو و واکنش‌های مطرح شده پیرامون آن می‌پردازیم. با ما همراه باشین. نخستین نشست مشترک دولت 11 با نمایندگان شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی روز شنبه 14 دی ماه در تالار اجتماعات وزارت کشور برگزار شد. نشستی که دو حزب عمده اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از غایبان آن بودند. کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور گفته این نشست با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی از نمایندگان احزاب فعال برگزار شده است. اما احزاب فعال چه احزابی هستند؟ در حالی که مجتبی شاکری نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در نشست احزاب میگوید در کشور ما احزاب نمیتوانند در مصدر قرار بگیرند، فعالیت‌های حزبی چه کارکردی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی دارند؟ از مهمان برنامه ماشاءالله عباس‌زاده روزنامه‌نگار پرسیدم به نظر شما چرا از دو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در نشست هماندیشی دولت و نمایندگان احزاب دعوت نشد؟ با درود و عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم شیرازی و هممیهنان عزیزم در جای جای ایران و جهان. از آنجایی که ساختار حزبی در ایران معنای تعریف شده و راستین و درست خود رو همچون یک مکانیزم و آموزه مدرن جهان شمول در همه دنیای آزاد هست نداره، یعنی وجود خارجی نداره اصلا این آموزه تحزب یا حزبگرایی، همونجور که در سایر جوامع غیر دموکراتیک و تک حزبی مثل نظام‌های کلاسیک دیکتاتوری و یا نظام‌های کمونیستی فروپاشیده‌های پیشین و یا نمونه معاصر و جاری در جهان همچون کره شمالی تک حزبی است و فقط حزب حاکم در قدرت است که حق فعالیت داره. این معضل و مشکل در نظام‌های خودکامه با رویکرد ایدئولوژیکی دینی خب صد چندان میشه بستگی و مزیقش و تنگی و تلخیش بر کسایی که مایل به فعالیت حزبی باشن کلن راه ها بسته میشه. خب همون گونه که بینندگان عزیز و شما آگاه هستید، هم شخص آیت الله خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت تک حزبی سازی تأکید میکرد و حتی از ضرورت کشتن و حذف هر صدای مخالف اصرار داشت و صریحا بیان میکرد که فیلماش هم موجوده. و هم پس از ایشان و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی پس از جنگ شعارهای مثل حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی به گوش میرسید که خب این به معنای تأکید و تأیید کلیت حاکمیت بر حفظ اقتدار گروه و قشر ویژه‌ای از ساختار قدرت حول محور ولایت بدون مشارکت بخشی سایر احزاب بوده است. اما پس از این مقدمه برگردم و پاسخ سوال شما رو به طور مشخص بگم. اون که دو حزب نامبرده یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران به عنوان دو جریان و حزب عمده که در واقع از منظر بنده البته زیر ساختار گفتمان اصلاحات در ایران رو پی ریخته بودند، خب خواه ناخواه بیشتر مغزوب همه ارکان فرادستی نظام می شدند. کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور فروردین ماه سال 89 پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کرد.
اما این دو تشکل این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند و گفتند که به فعالیت خود ادامه می دهند. به نظر شما چرا در حالی که تشکل‌های ناشناخته‌ای مانند کانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند و یا حزب فرزندان ایران اسلامی مجوز فعالیت دارند، آزادی فعالیت تشکل‌های تأثیرگذاری مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نقض می‌شود؟ گمان می‌کنم بخش‌هایی از پاسخ پیشین به نحوی می‌تواند مشمول این سوال نیز باشد. باید به این نکته اشاره کنم که اساساً رویکرد حزبی در تمام طول تاریخ 30 و چند ساله جمهوری اسلامی که بخواهد به مثابه رقیب جریان‌های اصلی در ساختار قدرت به شمار بیاد، خب تحمل نشده و قطعاً تحمل نمی‌شود. در این راستا میتوان به نمونه‌های احزاب با سابقه همچون ملی مذهبی و یا نهضت آزادی هم اشاره کرد و نام برد که پس از استقرار طبقه روحانیون در همه ارکان قدرت، این دو حزب هیچگاه به عنوان رقبای در قدرت به حساب نیامدند. حتی بعضن به عنوان احزاب داخل نظام هم ما دیدیم تحمل نشدن. تنها کارکردشان این بود که به تناسب نیازهای حاکمیت در مشروعیت افزایی و مشروعیت خرینی و یا داغ نگه داشتن شوهای انتخاباتی به طور موسمی از آنها استفاده شد. اما در خصوص دو نهاد سیاسی همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران، داستان و سرنوشت مشابهی رو شخصا میبینم. یعنی برخی از نخستین طیف اصولگرایان و انقلابیون که پس از چندین سال حضور در عرصه های سیاسی و اجرایی مدتی به کناری زده شده بودند و از همه قدرت ها برکنار شده بودند، با بازسازی گفتمان های تازه تر و نو به جامعه بازگشتند که از قضا با استقبال گسترده هم مواجه شده بودند که ما دوم خرداد رو دیدیم. خب طبعا این خوشایند گروه های افراطی و تندروی اصولگرایان و حتی شخص رهبری نظام که گرایش های حزبیش مشخص است نبوده، خاصه این که بخش عظیمی از اعضای این دو حزب پس از رویداد انتخابات 88 از نخستین کسانی بودند که مورد حمله و هجوم مستقیم سپاهیان قرار گرفتند و زندانی و شکنجه شدند و همینک نیز افراد کلیدی این دو نهاد حزبی همچون جناب دکتر تاج‌زاده که از پایه‌گذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است و پس از آن نیز از راه اندازان جبهه مشارکت، کماکان به طور ناجوانمردانه و ناعادلانه ای در حبس هستش و یا سعید حجاریان رو به یاد داریم که با ویلچر زندانی شده بود و همینطور از همه مهمتر دکتر رمضان‌زاده رو در خیابان عشرت‌آباد حتی پیش از اعلام نهایی نتیجه انتخابات 88 پس از ضرب و شتم و شکستن قفسه سینه‌اش در خیابان عشرت‌آباد و از ماشین پیادش کردند بعد به زندان بردند. این میزان برخورد خشن با این گروه نشانگر از یک حراس ویژه هست. در جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن احزاب متعدد فعالیت‌های حزبی محدود است و احزاب رشد نکردند. چرا عرصه سیاست در جمهوری اسلامی صحنه مشارکت و رقابت احزاب نیست؟ آیا علت را در ساختار حکومت باید جستجو کرد یا خود احزاب؟ قطعا مشکل اساسی و اصلی در ساختار نظام حاکم است که پیشتر هم اشاره کردم که شما هم در سوالتون اشاره کردید. جمهوری اسلامی که از قضا این روزها در آستانه تشکیل این نظام بیبدیل در واپسین سالهای هزاره پیشین بودیم، مصداق پایه‌ریزی نظام‌های ایدئولوژیکی است که از منظر بنده از نظریات ماکیاولیسم خوب استفاده کرده و بهره برده و حتی حلقه نخست انقلابیون رو که در روی کار آوردن گروه حاکم و طبقه موسوم به روحانیون از پاریس تا واشنگتن نقش اساسی داشتند و نیز دیدیم که به طرز بی‌رحمانه اعدام کردند و کشتار کردند و از صحنه قدرت حذف کردند. این نخستین نشانه است که نگاه حزبیشون رو میرسونن. احزاب متعددی هم که سرکار عالی به آن اشاره کردید که مثلا احزاب متعدد وجود دارند ولی فعالیت محدود است، باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از این احزاب با مبنایی ترین مؤلفه های تعریف حزب به معنای امروزین و مدرن کلمه همسانی و همخوانی ندارند.
جالب است که اینجا به اشکال و صور شکل گیری بعضن این گروه های موسمی از منظر من که اینا حزب نیست خوانده میشه اشاره کنیم. بسیاری از این احزاب موجود با فرایند نامتعارفی همچون فرمان و بعضن فتوا و همینطور اشاره بدون حتی هیچ منشور نوشته یا پلتفرمی شکل میگیره. از جمله تعابیری همچون مثلا ماشینری میگن از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن که جمعی از مریدان موسوم به ذوب شدگانی در ولایت در 8 سال اصلاحات بودند و بعضا در قامت یک حزب عمل میکردن، یا کانونهای همچون دفاع از حریم ولایت کبریایی. اینا مفاهیم زمینی نداره اصلا. خب همون گونه که میبینید این گروه ها نه تنها نقش حزبی به معنای مدرن رو ندارند، بلکه حتی بعضا بودجه های حزبی هم دارند و بعضا به تناسب شرایط در نشست های کمیسیون و خانه احزاب راه پیدا می کنند و در یک چنین شرایطی قطعا نمی توان انتظار فعالیت حزبی به معنای تکثر مسلک و یا اثرگذار یا رقابتی رو انتظار داشت. حدود 230 تشکل سیاسی از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفتند که 3/4 آنها تقریبا هیچ فعالیتی ندارند. اکثریت تشکل هایی که فعال محسوب می شوند نیز فعالیت موسمی به خصوص در آستانه انتخابات دارند. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی سعی در کنترل و خودی کردن احزاب دارد؟ خب جمهوری اسلامی اصولا بر مدار کنترل کردن حاکمیت میکنه و مدیریت سیاسی به مفهوم مرسوم خاصه در سالهای آغازین استقرار و همینطور در 8 سال حضور احمدی نژاد اصلا وجود نداشت. ما چیزی به نام مدیریت سیاسی نداشتیم. از توصیف و توضیح سالهای آغازین میگذرم، چرا که خب انقلابیون معتقدن که لازمه یک گذار از نهضت و رسیدن به استقرار مکانیزم سرکوب و کنترل و شورش و این مسائل است که ما رو یارای ورود به اون بحث نیست. کنترل کردن احزاب و نهادها اونقدر گسترده و وسیع هست که ما میبینیم حتی تشکل‌های مردم نهادی همچون کمیته مبارزه با ایدز و یا نهادهایی با مضمون زیست محیطی هم بعضن با رویکرد امنیتی بهشون نگریسته میشه و باشون برخورد میشه. داستان زندانی شدن برادران اعلایی نمونه بارز این برخورد هاست. از اونجایی که ساختار قدرت حاکم بنابر تکرار خطاها و آگاهی از عدم رضایت شهروندان و گسترش نارسایی های شهری و سرزمینی از منظر بنده شیوه مدیریت سیاسی را جایگزین کنترل کرده است، یعنی به تعبیری کنترل کردن را جایگزین مدیریت سیاسی کرده و در این شرایطی که محدودیت ها آغاز میشه. خب این مهم در مقوله فعالیت های حزبی احزاب و رسانه نمود بیشتری پیدا میکنه. حتی در مقوله زلزله هم ما میبینیم که بعضا با حراسی بی مورد همه راه های امداد و نجات را حتی مسدود می کنند که در زلزله آذربایجان در سال گذشته جمعی از جوانان امدادگر رو دیدیم که از جمله آقای حسین ملکی رو بازداشت کرده بودند. ترس از علنی شدن منافع مافیایی شکل گرفته در زوایای نظام و همچنین بیم از رشد و قدرتگیری گروه های ناهمسوی با حاکمیت از منظر من از جمله عوامل اصلی هستش که جمهوری اسلامی سعی در کنترل و خودی کردن احزاب داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوره فعالیت‌های انتخاباتیش از فعالیت‌های احزاب دفاع کرده بود و وعده حمایت از آنها را در صورت پیروزی در انتخابات داده بود. وعده‌ای که اصولگرایان تند رو به شدت با عملی شدن آن مقابله کردند، تا جایی که برخی از آنها اساساً فعالیت حزبی در ایران را ناممکن می‌دانند. به نظر شما با توجه به فضای موجود آیا آقای روحانی قادر خواهد بود از فعالیت‌های حزبی دفاع و به وعده خود عمل کند؟ و عمل کرده ایشون را در زمینه احزاب تا کنون چگونه ارزیابی میکنید؟ در خصوص عملکرد دولت روحانی و نقش سیاست‌های احتمالی ایشان و یا وعده‌های ایشان در تحقق و پیشبرد اهداف حزبی باید به گزینه انتخابی ایشان در وزارت کشور اول نگاه کنیم. رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور اصلا جنسن و سنخن انسانی اصولگراست و حتی با کمی اغماز نمیتونم ایشون رو همچون رئیسش، یعنی آقای روحانی که اصولگرای میانه رو حداقل هست،
آقای رحمانی فضلی رو حتی نمیتوان با این اغماز میانه رو نامیدتش. از سوی دیگر به گمان شخص بنده، حسن روحانی با مأموریت های تعریف شده به منظور برون رفت از بحران های نظام وارد عرصه ریاست جمهوری شد، اعتلاء مسئله سیاست خارجی و رفع بحران های اقتصادی. حتی شعارهای شیکش همچون منشور شهروندی و یا فعالیت احزاب عمدتاً چاشنی های تهییج جمعی جهت حضور گسترده شهروندان، اونم پس از یک قهر عمیق با صندوق شکل گرفته بود، با این هدف انجام شد. اهتمام به فعالیت های حزبی و توجه به نهادها و تشکلها خواه ناخواه با گردش نخبگان همراه میشه و اصولا لازمه آن این کار هست. نظام و ساختاری که محمد خاتمی رو که 8 سال ریاست جمهور نسبتا پر آبرویشان بوده رو با یک بنیادی به نام باران تحمل نمیکنه، من بعید میبینم که آقای روحانی بتونه موفق باشه. یعنی گمان ندارم که کلید تدبیر حسن روحانی بتونه قفل قدرت تمامیت خواهانه خامنه ای رو باز کنه. کابینه که یکی از کلیددارانش آقای پور محمدی است که اصلا نگاه حزبیش بسیار مضحک، شنیدنی و جالبه. ایشان به هنگامی که صدارت و وزارت کشور بودند، من تجربه شخصی من رو از نزدیک می دیدم که گفت، نکته گفت که موجبات حیرت و شگفتی بسیاری شده بود. ایشان همینک هم در کابینه روحانی وزیر هستش، یعنی وزیر دادگستری، میگفت 25,000 هیئت های مذهبی رو، یعنی احزاب مردمی میدانست که در زمره تشکل های مردم نهاد قرار میگیرند. با چنین نگاهی نمیتوان به برنامه های روحانی در این عرصه امیدوار بود. با سپاس از آقای مشالله عباس‌زاده، روزنامه نگار ساکن کانادا، برای شرکت در این گفتگو. با سپاس از دعوتتان از این جانب و بنده هم با شما و همیهنان عزیزم خداحافظی میکنم. اما ماجرای هفت‌تیرکشی محمود کریمی در یکی از اتوبان‌های پرتردد تهران به شلیک 5 گلوله از سوی وی به خودروی یک زوج جوان منجر شد که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. مداح مورد علاقه آیت الله خامنه‌ای که به همراه حسین میرکاظمی، مشهور به حسین رعیت بود، فردی که در جریان سرکوب اعتراضات خیابانی عکس وی با یک کلت کمری منتشر شد و بعدها معلوم شد که یکی از شرکای تجاری بابک زنجانی است. این اقدام با خشم و اعتراض گسترده مردم و رسانه‌ها مواجه شد، تا جایی که درخواست برای برخورد قضایی با وی به یکی از مطالبات افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. غروب 5 دی ماه، محمود کریمی، مداح مشهور و همراهانش، پس از درگیری لفظی با سرنشینان یک پژو 206 با سلاح کمری به ماشین آنها تیراندازی می‌کنند. هفت‌تیرکشی این مداح واکنش‌های مختلف کاربران شبکه‌های اجتماعی و مقامات کشور را به دنبال داشت. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده ناجا، بعد از چند روز سکوت در برابر این اتفاق، بالاخره روز یکشنبه 15 دی ماه به این واقعه واکنش نشان داد. رادان در توجیه عمل این مداح گفت که وی مجوز سلاح داشته و حمل سلاح وی قانونی بوده است. رادان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت فرد بنا به تشخیص خود از سلاحش استفاده می کند و باید جوابگوی تشخیصش نیز باشد. جانشین فرمانده ناجا رسانه ها را متهم کرد که این اقدام کریمی را بزرگ نمایی کردند. کریمی مدعی شده بود راننده ماشین و مردمی که به حمایت راننده آمدند اراذل و اوباش بودند و او برای دفاع از خود دست به سلاح برده است. رادان اما گفته است افرادی که بعد از این هفت‌تیرکشی به مداح و همراهانش حمله بر شدند اراذل و اوباش نبودند. هفت‌تیرکشی محمود کریمی بلافاصله واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. خیلی زود فیلمی از یکی از مراسم مداحی او در یوتیوب نیز منتشر شد که وی در آن در اوج مداحیش پیراهن یکی از پسران خود را با خشونت بر تنش پاره می‌کند. خبر این تیراندازی و فیلم لباسی که بر تن پسر مداح پاره می شود بلافاصله در توییتر با هشتگ مداح، کلت و حتی من کلت می خواهم داغ شد. بسیاری از کاربران با انتقاد از این خشونت و تیراندازی نوشتند
در مملکتی که عده زیادی از دختران و پسران جوان به جرم آب‌بازی در پارک‌ها بازداشت می‌شوند، 1% از جامعه از هر گونه مسئولیت برخوردارند و می‌توانند به راحتی در خیابان‌ها هفت‌تیر کشی کنند. دفاع شدید وحید یامین‌پور مجری سابق تلویزیون و از طرفداران سرسخت احمدی نژاد از این مداح در صفحه گوگل پلاس خود نیز خشم بسیاری از کاربران را به دنبال داشت. یامین‌پور همه ماجرا را ساختگی دانسته و مدعی شد که این پاپوشی برای محمود کریمی است. سایت آینده آنلاین نیز در مطلبی با انتقاد از حمایت یامین‌پور رفتار وی را نماد سینه چاکی متعصبانه برای کار محمود کریمی دانست. حالا مداح هفت‌تیرکش کیست؟ محمود کریمی که حالا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به مداح هفت‌تیرکش معروف است، در چند سال اخیر به یکی از محبوب‌ترین مداحان صدا و سیمای ایران تبدیل شده است. خودش می‌گوید جایی در میان جریان سنتی و مدرن مداحی ایستاده است. او 46 سال سن دارد و فرزند یک مفقود الاثر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق است. تحصیلات دانشگاهی در رشته مدیریت را نیمه تمام رها کرده تا بیشتر بر روی مداحی متمرکز شود. او می‌گوید خودش نیز دوره‌ای در جبهه‌های جنگ حضور داشته است. وبسایت شخصی کریمی گفتگوی او با خبرگزاری تسنیم را بازنشر کرده که در این گفتگو او می‌گوید بیشتر اشعار مداحیش را خودش می‌سراید. کریمی می‌گوید با منصور عرضی یکی از معروف‌ترین مداحان کشور رابطه پدر و فرزندی دارد و با افراط و تفریط در امر مداحی مخالف است. کریمی در حضور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز مداحی کرده و مورد تشویق او قرار گرفته است. وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی نیز با این مداح گفتگویی کرده است. در یک دهه اخیر موقعیت مداحان و مداحی در ایران مستحکم تر گردیده و بسیاری از مداحان به حلقه های قدرت در کشور نزدیک شدند. بسیاری از مداحان در سالهای اخیر با نهادهای قدرتمندی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا بیت رهبری در ارتباط مستقیم بودند و به دلیل نوحه‌خوانی که با باورهای مذهبی گروه‌های مختلفی از جامعه گره خورده است، مقبولیت قابل توجه اجتماعی نیز دارند. رسانه‌ها گاه گزارش‌هایی از فعالیت‌های گسترده اقتصادی برخی مداحان کشور و در مبادله با سپاه و دولت منتشر کردند. آقای خامنه‌ای در دیداری با مداحان کشور در سال 1390 کار مداحی را رسالت مقدس توصیف کرد و بر اهمیت نقش و کار مداحان در گسترش دین اسلام تأکید کرده بود. اهالی این صنف در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر و فعالیت‌هایشان سازمان یافته تر شد. خانه مداحان کشور نهادی صنفی است که مداحان کشور در سال 1390 تشکیل دادند. این نهاد در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که هم دانشگاهی علمی و کاربردی برای آموزش و توسعه مداحی و تعلیمات دینی در کشور تأسیس خواهد شد و هم از تأسیس رشته دانشگاهی مداحی خبر داد. علیرضا پناهیان خطیب مساجد تهران و عضو هیئت مدیره خانه مداحان ایران با اعلام این خبر گفت که کارگروهی برای تعیین و تدوین سرفصل‌ها و دروس این رشته دانشگاهی در وزارت علوم تشکیل شده است. وی اضافه کرد نوجوانان و جوانان زیادی مشتاقند که مداح شوند و با این تب فراگیر بران شدیم تا به شیوه علمی و آکادمیک رموز و فنون مداحی را آموزش دهیم. هنوز مشخص نیست که دادگاه رسیدگی به این پرونده تیراندازی چه زمانی برگزار خواهد شد. در فقه شیعه و قوانین جمهوری اسلامی استفاده از سلاح گرم یا سرد که موجب وحشت مردم شود محاربه محسوب شده و مجازات آن اعدام است. در 35 سال گذشته صدها نفر در ایران به همین اتهام اعدام شدند. اما بعید است که دستگاه قضایی ایران در صورت محاکمه کریمی چنین حکمی علیه او صادر کند. یک هیئت پارلمانی ایتالیا به ریاست سناتور فرناندو کازینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای این کشور روز جمعه 13 دی ماه عازم ایران شد. سفر این هیئت به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و به دنبال سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران انجام گرفت.
هیئت پارلمانی ایتالیا در سفر به ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد خواستار دست یافتن به توافقی تاریخی با ایران در ژنو است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، هیئت پارلمانی ایتالیا که به سرپرستی سناتور پیر فردیناندو کازینی رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای جمهوری ایتالیا و همینطور سناتور جوزپه د کریستوفارو معاون کمیسیون روابط خارجی بامداد جمعه 13 دی وارد تهران شد، پس از دیدار با مقامات ایران با انتشار بیانیه گفت ما خواستار دست یافتن به توافق تاریخی در ژنو هستیم، توافقی که تضمین کننده حق ایران در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشد و به غرب اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه است که از نظر اقتصادی به آن رسیده‌ایم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی با تاکید بر حق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران با هر شیوه، حجم و سطحی گفته است که اگر داوطلبانه پذیرفته این بیش از 5% غنی‌سازی نکنیم، نتیجه است که از نظر اقتصادی به آن رسیده ایم و الان هم که 20% را تعلیق می‌کنیم داوطلبانه است. رئیس سازمان انرژی اتمی در توضیح بیشتری افزوده که ما از اول قصد غنی‌سازی 20% را نداشتیم. تعلیق 6 ماهه غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل ایران با مخالفت گروهی از نیروهای تندرو از جمله در مجلس شورای اسلامی مواجه شد، اما برخی از مقام‌های ارشد از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتند که با توجه به تولید میزان لازم اورانیوم برای راکتور تحقیقاتی تهران، ایران در حال حاضر نیازی به اورانیوم 20% ندارد. مقام‌های ایران در عین حال تأکید کردند که در صورت تخلف طرف مقابل از توافقنامه ژنو از آمادگی و توان افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم برخوردارند. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توقف کار نیروگاه بوشهر در چند هفته آینده خبر داد و دلیل این مسئله را سوختگیری مجدد این نیروگاه که به گفته او اولین سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر بعد از 1 سال یا 7000 ساعت کار خواهد بود عنوان کرده است. آقای صالحی همچنین گفته که بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین بندرعباس در فاصله ژانویه تا فوریه انجام خواهد شد، اما هنوز تاریخ قطعی آن مشخص نشده است. بازرسی از برخی تأسیسات و معادن اتمی ایران بخشی از توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از توافقنامه ژنو و با هدف اطمینان‌سازی از برنامه هسته‌ای خود است. هیئت پارلمانی ایتالیا که به ایران سفر کرده، به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به این کشور بود. آنها در این سفر با مقامات عالی رتبه ایران دیدار و گفتگو کردند. پیش از این نیز خانم اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به عنوان نخستین وزیر خارجه یک کشور اروپایی که پس از 10 سال به تهران سفر کرد، در دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و همتای خود خواستار تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و علمی و فرهنگی دو کشور شده بود. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته خواهان گسیل هیئت ایرانی به لبنان برای رسیدگی به علت مرگ مجد الماجد، تروریست تبعی عربستان سعودی شدند. الماجد رهبر یک گروه مرتبط با القاعده که مسئولیت بمبگذاری مقابل سفارت ایران را پذیرفته بود، روز شنبه 14 دی‌ماه در بیمارستانی در بیروت درگذشت. ماجد الماجد فرمانده گردان عبدالله عظام که در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشت در بیروت دستگیر شده بود. گردان عبدالله عظام که یک گروه جهادی سنی وابسته به القاعده است، تحت رهبری ماجد الماجد تبعی سعودی قرار داشت و دست کم 2 نفر از اعضای این گروه در فهرست وزارت خارجه آمریکا در مورد افراد متهم به اقدامات تروریستی قرار دارند. مرتضی آقا تهرانی نماینده تهران در مجلس در گفتگوی با خبرگزاری فارس خواهان اعزام هیئت ایرانی به لبنان برای بررسی فوت ماجد الماجد شد.
آقا تهرانی گفت: من از همان ابتدا به این مباحث و این مرگ مشکوک بودم. تیم ایرانی باید به آنجا برود تا با بررسی موضوع ابعاد مختلف آن روشن شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه در این رابطه تیمی ایرانی متشکل از افراد وزارت خارجه و چند نهاد دیگر عازم لبنان خواهند شد گفت: البته هنوز تیمی از مجلس با آن کشور فرستاده نشده و این سفر بستگی به جمع‌بندی های آینده دارد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواستار آن شد که هیئتی متشکل از مسئولان قضایی و وزارت دادگستری ایران عازم لبنان شود تا برای شناسایی علت مرگ این تروریست سعودی اقدام لازم را انجام دهد. بروجردی در این خصوص گفت: در صورتی که مرگ الماجد به صورت غیر طبیعی باشد، دولت لبنان باید این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند. وی همزمان عربستان سعودی را متهم کرد که عربستان به عنوان حامی اصلی الماجد به هیچ وجه علاقمند به آشکار شدن نقش خود در حادثه تروریستی بیروت نبود. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مرگ ماجد الماجد فرد اصلی دستگیر شده در رابطه با انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را مشکوک خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علوی در این رابطه گفت: ما در مورد این اتفاق اطلاعات دقیقی نداریم، فقط می‌دانیم که این اتفاق مشکوک بوده است. در همین راستا شب گذشته وزیر کشور لبنان مدعی شد که رهبر گردانهای عبدالله عزام عامل حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران به علت بیماری و مرگ طبیعی فوت کرده است. به گزارش دیلی استار، مروان شربل وزیر کشور لبنان گفت که ماجد الماجد فرمانده گردانهای عبدالله عزام به علت بیماری فوت کرد. شربل افزود: گزارش آزمایش‌های پزشکی نشان داد که ماجد به صورت طبیعی و به علت شدت بیماری خود فوت کرده است. در خبری دیگر که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران منتشر کرده است، همراه سرکرده سعودی گردان عبدالله عزام که روز گذشته خبر مرگ مشکوک وی منتشر شد، یک شخصیت فوق‌العاده مهم هم دستگیر شده که هویتش به دلیل ضربه‌ای که می‌تواند به یک کشور عربی وارد کند، فاش نشده است. این خبرگزاری توضیح بیشتری در این باره نداد. در آبان ماه سال جاری دو انفجار سنگین در برابر سفارت ایران در بیروت روی داد که دست کم 26 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت. ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی سفارت ایران در لبنان، یکی از کشته شدگان این حادثه بود. پس از این رویداد، ماجد الماجد رهبر گردان عبدالله عزام که یک گروه تروریستی وابسته به شبکه القاعده است، مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. الماجد از افرادی است که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان سعودی مدت‌ها در پی دستگیری وی بودند. به رغم اتهاماتی که مقامات جمهوری اسلامی از روابط پشت پرده عربستان سعودی با الماجد مطرح می‌کنند، گفته می‌شود که نام او در فهرست خطرناک‌ترین افرادی قرار داشته که علیه منافع عربستان سعودی فعالیت می‌کردند. عربستان سعودی یک روز پس از انفجارهای بیروت این حمله را محکوم کرد. گردان عبدالله عزام که یک گروه جهادی سنی است، در سال 2009 اعلام موجودیت کرد. نام این گردان برگرفته از شخصی به همین نام است که از یاران نزدیک و مربی اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه تروریستی القاعده به شمار می رفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره حضور ایران در حاشیه نشست ژنو دو و کمک به حل بحران سوریه، عدم حضور ایران در این کنفرانس را اعلام کرد و گفت: پیشنهادی که منطبق با عزت ایران را نیست نمیپذیریم. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته است که حضور ایران در متن کنفرانس ژنو دو متصور نیست و ایران میتواند تنها در حاشیه گفتگوهای ژنو دو برای صلح در سوریه نقش مفید ایفا کند. در همین حال سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیر کل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو دو دعوت کرده دیده نمی شود. کنفرانس بین المللی صلح سوریه در 22 ژانویه 2014 در ژنو برگزار می شود. این نشست قرار بود سال گذشته انجام گیرد که به دلایل اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان بارها به تعویق افتاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو دو شرکت نمی کند، چرا که حضور ایران در حاشیه نشست ژنو دو منطبق با عزت ایران نیست.
مرضیه افخم گفته است ایران از ابتدای بحران سوریه راه حل سیاسی را تنها گزینه برای حل تنش در این کشور اعلام کرد و همواره از راهکارهایی که تأمین کننده حقوق مردم سوریه از طریق گفتگوهای سوری است استقبال کرده است. و اضافه کرده است تهران آمادگی خود را برای مشارکت و کمک به حل بحران در سوریه اعلام کرده است، اما در این حال برای حضور در کنفرانس ژنو 2 پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی ایران نیست را نمیپذیرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه گفته بود هرچند تصور مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 در سطح وزیران دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس هم میتواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. جان کری تصریح کرده بود دشوار است تصور کنیم ایران که از توافق بین المللی سال گذشته درباره سوریه حمایت نکرده بود بتواند در سطح وزیران در اجلاس ژنو 2 مشارکت داشته باشد. در همین حال سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت نکرد. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیر کل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده بود دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته قرار است جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. منابع خبری گزارش دادند دیدار لاوروف و کری و گفتگو درباره حضور ایران در ژنو 2 در پاریس صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد نیز اخیراً ابراز امیدواری کرده بود که وزرای خارجه آمریکا و روسیه در رایزنی‌های آینده خود درباره مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه به توافق برسند. در همین زمینه یک نماینده مجلس ایران گفته است جمهوری اسلامی ایران نیازی به شرکت در اجلاس ژنو 2 ندارد، بلکه این آمریکایی‌ها هستند که برای حل بحران و تنش در سوریه نیازمند حضور ایران در این نشست هستند. به گزارش خانه ملل منصور حقیقت‌پور اضافه کرده است اگر آمریکا خواهان حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است باید از جمهوری اسلامی ایران در سطح رسمی و وزارتی دعوت به عمل آورد. اینکه جان کری میگوید حضور ایران در ژنو 2 منوط به پذیرش برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی در سوریه است باید به او یادآور شد هیچ پیش شرطی برای شرکت ایران در اجلاس ژنو 2 قابل قبول نیست. قرار است دومین دور مذاکرات درباره بحران سوریه از روز 22 ژانویه در ژنو سوئیس برگزار شود. هدف این مذاکرات دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به نزدیک 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه است. ایران متحد اصلی حکومت بشار اسد در خاورمیانه به شمار می رود که به گفته مخالفان دولت حکومت سوریه در تأمین مهمات و تسلیحات ارتش سوریه و مدیریت نیروهای نظامی آن حضور فعالی دارد. به گفته نهادها و سازمانهای طرفدار حقوق بشر از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در مارس 2011 تا کنون بیش از 120 هزار نفر در این کشور کشته شدند. ارتش و نیروهای امنیتی عراق در آماده باش کامل به سر می برند تا با صدور فرمان حمله حرکت به سمت فلوجه و رمادی در استان الانبار را آغاز کند. در همین راستا نوری المالکی نخست وزیر عراق از ساکنان و عشایر شهر فلوجه خواست تا شبه نظامیان القاعده را از این شهر که همینک در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد برانند تا از این طریق از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. مرکز شهر فلوجه که در 65 کیلومتری غرب بغداد در استان انبار قرار گرفته همینک در تصرف نیروهای دولت اسلامی عراق و شام از گروه‌های وابسته به القاعده است و این گروه بخش اعظم شهر رمادی مرکز استان انبار را نیز تحت کنترل خود گرفته است. وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه‌ای از نشست وزیر دفاع با فرماندهان ارشد برای بررسی اوضاع کنونی الانبار خبر داد. در این نشست اوضاع استان الانبار و آخرین دستاوردهای میدانی ارتش بررسی شد. در همین حال ارتش و نیروهای امنیتی عراق در آماده باش کامل به سر میبرند تا با صدور فرمان حمله حرکت به سمت فلوجه و رمادی در استان الانبار را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری ها مانور و رژه روز ارتش عراق نیز از نگاه برخی ناظران سیاسی نوعی آمادگی برای حرکت به سمت منطقه عملیاتی بوده است. رشید فلیح
فرمانده عملیات استان الانبار نیز امروز به خبرنگاران گفت عملیات آزادسازی فلوجه و رمادی از دست نیروهای القاعده به زودی شروع می شود. علی قیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز از وجود آمادگی برای عملیات بزرگ در الانبار خبر داد. در روزهای اخیر و با استیلای القاعده بر بخش‌هایی از استان الانبار و از جمله رمادی و فلوجه، گروه‌های مردمی و عشایری داوطلب جنگ با القاعده به مراکز پلیس و عشایری در عراق مراجعه و اقدام به نام‌نویسی کردند. از فلوجه و رمادی گزارش می‌رسد که القاعده از مردم این شهرها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و آنان را به نوعی به گروگان گرفته است. روز گذشته نوری الملکی نخست وزیر عراق از ساکنان و عشایر شهر فلوجه خواست تا شبه نظامیان القاعده را از این شهر که همینک در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد برانند تا از این طریق از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. شهر فلوجه که در 65 کیلومتری غرب بغداد در استان الانبار قرار گرفته، همینک در تصرف نیروهای دولت اسلامی عراق و شام از گروه‌های وابسته به القاعده است و این گروه بخش اعظم شهر رمادی مرکز استان انبار را نیز تحت کنترل خود گرفته است. بنابراین گزارش‌ها نیروهای دولتی اسلامی عراق و شام در این دو شهر بر فراز ساختمان‌های دولتی و خودروهایی که از ارتش به غنیمت گرفتند پرچم‌های سیاه القاعده نصب کردند و در درگیری‌های این نیروها با ارتش و عشایر طرفدار دولت در بزرگراه‌های اطراف دو شهر در جریان است. به نوشته آسوشیتد پرس این درگیری ها طی روز یک شنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت که 22 تن از آنها سرباز بودند. عشایر سنی مذهب منطقه نیست که از روز پنج شنبه 12 دی برای مقابله با نیروهای القاعده با دولت عراق به توافق رسیدند، بامداد دوشنبه در درگیری با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام 6 تن از آنها را در حومه فلوجه کشتند. تنش‌ها در استان انبار پس از آن بالا گرفت که نیروهای امنیتی و ارتش عراق اقدام به برچیدن چادرهای معترضان سنی مذهب در این استان کردند. این تحصن از یک سال پیش و در اعتراض به سیاست‌های دولت آغاز شده بود. معترضان دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه سنی‌ها متهم می‌کنند. در حالی که ارتش عراق به شدت با نیروهای القاعده در نبرد است، ایران و آمریکا اعلام کردند در صورت نیاز آمادند بدون اعزام نیرو به بغداد کمک کنند. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، با وجود اینکه خونریزی‌های فرقه‌ای در عراق از سال 2007 رو به کاهش گذاشته بود، اما در سال 2013 اوج تازه‌ای گرفته و این خشونت‌ها در سالی که گذشت 8868 کشته بر جای گذاشت. در جریان سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به ریاست جک استرو به تهران، یک عضو هیئت رئیسه مجلس از تعیین شرط برای این سفر و الزام هیئت پارلمانی بریتانیا به رفتار در چارچوب برنامه خبر داد. حسین صبحانی نیا میگوید اتفاقات سفر هیئت پارلمانی اروپا تجربه خوبی نبود. سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران کمتر از 3 هفته پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا انجام گرفته است. ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان با جنجال در مجلس و اعتراض تند محافل اصولگرا تبدیل شد. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که جک استرو و هیئت پارلمانی همراه او باید سفر خود به ایران را در چارچوب برنامه تعیین شده انجام دهند. سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران از 7 تا 11 ژانویه یعنی 17 تا 21 دی ماه انجام می‌گیرد. جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا ریاست هیئت 4 نفره‌ای را بر عهده دارد که نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان این کشور هستند. عضو هیئت رئیسه مجلس ایران می‌گوید به این هیئت تاکید شده که باید در چارچوب برنامه تعیین شده ایران حرکت کنند. طبیعتاً برنامه خارج از آن و هر گونه ارتباطاتی مغایر با این توافق است. این سفر پس از مبادله کاردار غیر مقیم میان ایران و بریتانیا و با هماهنگی وزارت خارجه بریتانیا صورت می‌گیرد. هیئت پارلمانی بریتانیا را جک استرو سرپرستی می‌کند که در زمان مذاکرات هسته‌ای دوران خاتمی و توافق سعدآباد
وزیر خارجه این کشور بود. اسراف از حسن روحانی همواره به نیکی یاد کرده است. او حتی ابراز تمایل کرده بود که در صورت دریافت دعوتنامه در مراسم تحلیف روحانی شرکت کند. حسین تقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در واکنش به این ابراز تمایل گفته بود اسراف بهتر است به جای تهران به واشنگتن برود. مجتبی ذوالنور، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، هم در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته بود در جمهوری اسلامی به روی هیچ مهمانی بسته نیست، اما جک اسراف فردی بیکار است که برای القای حسن نیت اظهار کمک می کند. روح الله حسینیان، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس، هم آن زمان گفته بود چنانچه اسراف به تهران بیاید با گوجه فرنگی از او استقبال می کند. با این همه و به عقیده ناظران، مهمترین هدف سفر جک اسراف به تهران بررسی جوانب توافق هسته‌ای و دیدار با روحانی است. اسراف در مصاحبه‌ای گفته است اگر ما توانسته بودیم با روحانی و خاتمی به توافق آبرومندانه‌ای برسیم، ایران با مشکلات 8 سال گذشته روبرو نمی‌شد. سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران کمتر از 3 هفته پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا انجام می‌گیرد. ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان با جنجال در مجلس و اعتراض تند محافل اصولگرا تبدیل شد. تأکید اصولگرایان این بود که برخی مسئولان با هیئت اروپایی در این زمینه توافق کرده بودند. این اعتراض ها تا احضار 3 وزیر کابینه روحانی به مجلس پیش رفت. وزارت خارجه ایران هم از احضار کاردار سفارت یونان و ابلاغ مراتب ناخشنودی از این دیدار خبر داد. پارلمان اروپا در سال 2012 جایزه حقوق بشری ساخاروف را در غیاب ستوده و پناهی به این 2 اعطا کرده بود. آن زمان نسرین ستوده در زندان به سر می برد و جعفر پناهی نیز ممنوع الخروج بود. پناهی همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. رئیس هیئت اروپایی در بازگشت از ایران در یک نشست خبری عنوان کرد که دیدار با ستوده و پناهی از مهمترین اهداف سفر به تهران بود. عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای ایران خبر تشکیل یک هیئت جدید برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای را بی‌مبنا دانست. این در حالی است که هفته‌نامه 9 دی خبر داده بود که مدیریت پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی بازگشته است. در یک هفته گذشته برخی رسانه‌ها و نمایندگان محافظه‌کار مجلس از تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای به خواست علی خامنه‌ای خبر دادند. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای ایران، خبر تشکیل یک هیئت جدید برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای را بی‌مبنا دانست. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت هیچ اطلاعی از تشکیل هیئتی برای نظارت بر مذاکرات ندارد و افزود که چنین نظارتی از ابتدا تا کنون بر عهده شورای عالی امنیت ملی بوده است. وی افزوده است که تصمیم سازی در مورد پرونده هسته‌ای همواره در شورای عالی امنیت ملی انجام می شده و جایی که این شورا لازم بداند کار نظارت را هم انجام می دهد. این در حالی است که هفته نامه 9 دی در شماره جدید خود ادعا کرده که آیت الله خامنه‌ای خواستار تقویت تیم مذاکره کننده هسته‌ای شده است. این نشریه نزدیک به گروه تندرو جبهه پایداری نوشته که مدیریت پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی بازگشته. این هفته‌نامه نوشته در پی آشکار شدن ضعف‌های متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو، رهبر معظم انقلاب در تذکری به دولت آقای روحانی خواستار تقویت تیم مذاکرات شده است. 9 دی افزوده به تیم مذاکره کننده هسته‌ای تذکراتی از جمله لزوم تقویت تیم از نظر فنی و حقوقی داده شده است. آنطور که این هفته نامه اضافه کرده، به تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته شده که نباید توافقنامه ژنو را پیروزی بزرگ بدانند و لازم است توافقنامه مورد نقد قرار گیرد. به گفته این هفته نامه، اشتباهات پی در پی تیم مذاکره کننده منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن، یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است. در همین حال حسام الدین آشنا، مشاور ارشد روحانی، عصر دیروز گفت که هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود از طرف وزارت خارجه پذیرفته نشده است. این گفته آقای آشنا البته شامگاه دیشب توسط وی تکذیب شد.
آشنا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب خبر گفت که در این مورد اظهار نظری نداشته است. پیشتر احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه امضای تفاهمنامه ژنو به منزله شکست نظام بود گفته بود تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواست علی خامنه‌ای بوده است. آقای اردستانی روز یکشنبه 15 دی به سایت بی باک نیوز گفته بود که تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیشنهاد اسماعیل کوثری بوده است. این نماینده مجلس پنهانکاری تیم مذاکره کننده و شکست آنها در مذاکرات ژنو را مهمترین عوامل تشکیل چنین هیئتی عنوان کرده است. تردید در مورد امکان تغییر در شیوه نظارت بر پرونده هسته‌ای از چهارشنبه گذشته و پس از آن ایجاد شد که محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به طور کامل به نفع ایران پیش نرفته و به همین دلیل دو عضو جدید به شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای اضافه شدند. آقای کوثری اظهار داشت که تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای با حضور مسئولان ارشد کشور تشکیل شده و سران سه قوه نیز عضو این تیم هستند. وی با تاکید بر آنکه این تصمیم گیری توسط مسئولان رده بالای کشور صورت گرفته گفته بود در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع تیم مذاکره کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد. هنوز مقامات عالی دولت و به خصوص محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در خصوص این موضوع واکنشی نشان نداده است. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت ایران و 3:30 بعد از ظهر به وقت بریتانیا پخش می شود. اگر موفق به دیدن پخش زنده آن نشدید، می توانید آن را در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل برنامه که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده، می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.